خدمت تمام بینندگان عزیز و حامیان محترم مقاومت سلام عرض میکنم. چرا ما نباید دوربینی داشته باشیم که مثل یک چشم هوشیار تمام صحنه ها رو در این دوران بتونه ثبت بکنه و بالاخره این روزهایی که واقعا برگ زرینی از تاریخ مقاومت هست رو بتونیم ثبت بکنیم، برای آیندگان این گنجینه رو برمقام بذاریم. بالاخره صحنه مقاومت یه اختیار دیگه هست، ولی فلواقع همیشه به دردمون خورده. مثلا یه سال گذشته بعد یه شاتای مهدی چشتی از آرشیو بیرون و من خواهد تکنم من اینو گرفتم من گفت یادت رو گفتم مثلا من یه روزی خواستم برم از پارک های اشرف فیلم برداری کنم، باور کنید هر جایی که قدم میذاشتم اصلا اولین احساس هم میبود که مثلا اگه اینجا خواهر مریم ببینه خیلی صفا میگونه. با همین انگیزه تا میگم بهترین زاویه ها رو بگیرم. یعنی اینی که میگین خیلی انگیزش بالایی تو من هست. آیا مثلا من میتونم تصاویر رو مثلا ارائه بدم که در غیاب خواهر مریم وقتی ببینن احساس کنم واقعا اینجا هستن؟ نشستی بود که خواهر مریم تماس تلفنی داشتم با بچه اشرف. من دوربینم برداشتم رفتم و از اول تصمیم بودش که از چهره بچه ها و از حالاتشون موقع تماس یا بچه هایی که مثلا دارن گوش میکنن تماس بقیه رو فیلم بگیرم. به قدر این چهره ها زیاد بود که من مثلا موندم کدوم بگیرم. مثلا میرفتم روی یه نفر مثلا حالت خاصی داشت بعد این من نگاه میکنم انبوه چهره ها بود. یعنی حتی با خودم فکر میکنم ای کاش 10 تا دوربین بود که میشد این صحنه رو بگیره، چون بالاخره لحظه ای که تک تک بچه هاش در رابطه با خود خواهر مریم بود.